خدای بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید. من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان. 8 تن از خاندان من شاه بودند، من نهمین هستم. 19 جنگ کردم و 9 شاه گرفتم. من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم. این کاخ که در شوش بنا کردم، مصالح آن از جای دور آورده شد. اگر چنین می اندیشی که از دشمن نمی ترسم، آنگاه این مردم پارسی را بپای. چونان که بر بالای اینجا این ارگ ساخته آمد، پیش از آن در اینجا ارگی ساخته نشده بود. خان مرد، اگر می اندیشی چند است شمار سرزمین هایی که داریوش شاه داشت، پس نگاره ها را بنگر. چنانم که راستی را دوست دارم و بدی را دشمن. بر آنچه اینجا نوشته اند بنگر. روا مدار که قانون شکن باشی، یا که قانون بر کسی پوشیده ماند. داریوش شاه گوید: من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین ها، پسر ویشتاسپ هخامنشی، این تچر را ساختم. در همان هنگامی که آپادانا ساخته می شد، کاخ کوچکتری که تچر نام داشت در جنوب آپادانا برپا شد. این کاخ دارای یک تالار مرکزی ستوندار و یک ایوان ستوندار با اتاقهایی در مجاورت آنها بود. بر اساس کتیبه های موجود بر بدنه پلکانها، قسمت جنوبی کاخ تچر در زمان خشیارشا به اتمام رسیده و بخش غربی آن بعدها به دستور اردشیر سوم دستکاری و تکمیل شده است. تاقچه های این کاخ که تاج شیاردار مصری دارند، همه از سنگ های یک پارچه ساخته شده اند و در اصل با درهای کوچک چوبی محافظت می شده اند. کتیبه‌ای به 3 زبان 18 بار در بالا و 2 جانب تاقچه ها تکرار شده است. دریچه سنگی ساخته شده در کاخ داریوش شاه. بر درگاه های تالار مرکزی کاخ، نقش داریوش و خدمه او را در حال ورود و یا خروج کنده اند. تاج داریوش کنگره دار بوده و رویه آن را با ورقه ای از زر پوشانده بوده اند. دستبند، یاره، توق، گوشواره و گوهرنگاری های لباس داریوش نیز با فلزات گرانبها ساخته و در سنگ نشانده شده. با کمی دقت متوجه می شویم که لباس داریوش ملون به رنگ های گوناگون بوده و همچنین منقش به گل بوته و ستاره و شیرهای قرآنی است که با سوزن نگاریده و نقر شده اند. این تزئینات را محققان به دقت وارسی کردند. حاصل کار اینان ثابت کرده است که روی تاج و کلاه و قسمت‌های دیگر از جامعه سربازان و مهتران را رنگ‌آمیزی و سوزنگری کرده بودند. در مشرق تختگاه نیز بنایی را با تالارها و اتاق‌های بسیار برپا کردند که خزانه کوشک به شمار می‌رفت و چون دژی مستطیل شکل به طول 120
و عرض 60 متر با دیواری ستبر و خشتی و یک رشته سراهای سربازی محاط می شد. اندکی پس از ساخت این بنا، خزانه دومی را بر آن افزودند، ولی بعدها خشیارشا دوباره تغییراتی در آن ایجاد کرد. ستونهای این بنا را با چوب ساختند و روی آنها را با گچ مزین و پوشیده کردند. تا آنجا که می دانیم، تختگاه تخت جمشید، کاخ آپادانا، کاخ تچر و خزانه اصلی و ملحقات آن در دوره داریوش بنا گردید. اما بیشتر بناها در روزگار پسرش خشیارشا به اتمام رسید. ارنست هرتسفیلد، نخستین کاوشگر محوطه باستانی تخت جمشید، چنین می نویسد: به نظر می رسد که تخت جمشید جایی بوده است که به علتهای تاریخی و علایقی ریشه دار در زادگاه دودمان هخامنشی ساخته شد و نگهبانی گشت و تنها در موقع برگزاری مراسم تشریفاتی خاصی مورد استفاده قرار می گرفت. به پیروی از همین نظریه، کورت اردمان، استاد تاریخ هنر و باستانشناس، گفته است: به نظر من، اگر تخت جمشید را برای جشن نوروز در نظر بگیریم، گستاخی نکرده ایم. تخت مزبور نه نشستنگاه شاهی بود و نه مرکز اداری شاهنشاهی بزرگ، بلکه تنها برای بزرگترین جشن ایرانی که جشن بهار یعنی نوروز باشد مناسب بود. اصولاً تخت جمشید تا زمانی که اسکندر به ایران حمله نکرده بود به هیچ وجه در دنیا شناخته نبود. زمانی که اسکندر حمله کرد تازه مردم در دنیا فهمیدن تخت جمشیدی وجود داره. به همین دلیله که شاید تخت جمشید یک سمبل قدرت بوده در فارس، تا اینکه یه کاخ عمل کردی که در اون واقعا نشستن و به امور امپراتوریشون توجه میکنن. و بعضی البته میگن که تخت جمشید برای مراسم آیینی بوده، مثل نوروز، جشن سده یا مهرگان. ما اینا رو نمیدونیم، چون نه خود هخامنشی ها چیزی راجع بهش گفتن، نه یونانی ها چیزی راجع بهش گفتن. و همونجوری هم که گفتم، زمانی یونانی ها از تخت جمشید آگاه میشن که تخت جمشید خراب شده بوده و توسط اسکندر ویران شده بوده. علاقمندان به تاریخ هخامنشیان میتوانند با دیدن مجموعه 5 قسمتی شگفتی های تخت جمشید به طور کامل با معماری و راز و رمزهای این شاهکار بی‌نظیر ایران آشنا شوند. پیش از داریوش، مرزبان ایران و هندوستان سرزمین گندارا بود که پیرامون پیشاور را شامل می شد. داریوش که از هندوستان و فراخی و زرخیزی و گوناگون بودن مردم و محصولاتش چیزها شنیده بود، مردانی را به هند غربی فرستاد تا برای او خبر آورند و کار لشکرکشی به آن سامان را ساده کنند. خبرگیران به گندارا رفتند و در کنار رود کابل به کشتی نشستند و پیش راندند تا به رود سند رسیدند. از آنجا به سوی جنوب بادبان برکشیدند و به اقیانوس هند درآمدند. آنگاه روی به غرب نهادند و ساحل جنوبی بلوچستان و مکران و عمان و عربستان را درنوردیدند و به دریای سرخ رسیدند. سپس رو به سوی شمال راندند و به ساحل مصر نزدیک شدند. این سفر دریایی 30 ماه طول کشید و رهبر این گروه اسکیلاکس، دریا سالار نامی داریوش، نخستین یونانی بود که پای به هندوستان گذاشت. وی سفرنامه‌ای به زبان یونانی نوشت که نخستین منبع آگاهی‌های درست و دست اول غربیان از مناطق دورافتاده شرق بود و بعدها سرمشقی برای مورخان و جغرافیا نویسان شد. داریوش در پیرامون سال 515 پیش از میلاد سپاهی به گندارا و از آنجا به دره رود سند فرستاد. این سپاه سر تا سر دره بزرگ و زرخیز سند را تا پیرامون تپه‌های شنی فراوانی که چون یک کمربند هند شمالی را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم می‌کند پیش راند و بدین ترتیب هند غربی و شمال غربی آن سرزمین
با نام استان هندوش از آن هخامنشیان گشت. اکنون داریوش در فکر ایجاد شاهراه بازرگانی نوینی بود که بتواند هند غربی را به رود نیل و مصر و از آنجا به دریای مدیترانه پیوند دهد تا کشتی‌های پارسی به راحتی بتوانند از آن عبور کنند. اندیشه ساخت آبراهی که دریای سرخ را به رود نیل و دریای مدیترانه متصل کند در گذشته نیز بارها مورد توجه فراعنه مصر قرار گرفته بود. حتی یک بار نخو فرعون مصر در سالهایی ما بین 609 تا 594 پیش از میلاد این طرح را تا اندازه‌ای پیش برد، اما موفق به انجام آن نشد. داریوش پس از آگاهی از طرح نخو و مشورت با مهندسان ایرانی و غیر ایرانی دستور به ادامه حفر آبراه میان شاخه‌ای از رود نیل و دریای سرخ، آبراهی که مهندسان و کارگران در مصر کندند، از خلیج سوئز به سوی شمال کشیده می شد و پس از گذشتن از دریاچه تلخ و دریاچه تمساح به سمت غرب تغییر مسیر می داد. این آبراه پس از عبور از بوباستیس یا شهر زغازیق امروزی در کنار شاخه ای از رود نیل به پایان می رسید. آبراهی که از این سر تا آن سرش 4 روز راه بود، 30 متر پهنا و چندین متر ژرفنا داشت، چنان که دو ناو سه‌رده‌ای می توانست پهلو به پهلو از آن بگذرد. برای آن که یاد این کار شگفت و بزرگ در سینه ها بماند و مردم و آگندگان نیز از کرده داریوش آگاهی یابند، در طول مسیر آبراه کتیبه هایی جای دارد. تا کنون 5 کتیبه سنگی کشف گردیده، ولی متاسفانه هیچ کدام سالم و کامل نیست. در یک طرف این کتیبه های منقوش، داریوش در جامعه پارسی و در برابر اهورامزدا خدای ایرانی و در زیر حلقه بالدار همراه با کتیبه هایی به خط و زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی نو تصویر شده است. اما در طرف دیگر داریوش را در جامعه فراعنه مصر و در برابر نئیت خدابانوی مصری و در زیر حلقه بالدار همراه با کتیبه‌ای به خط هیروگلیف و زبان مصری نقش کردند. در این کتیبه ها نام داریوش در یک قاب بیضوی میان تصویر او و تصویر اهورامزدا نوشته شده است. خدای بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، که داریوش شاه را پادشاهی داد که بزرگ است. من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم، من به کندن این آبراه فرمان دادم. از رودی به نام نیل که در مصر روان است به دریایی که از پارس می آید، پس این آبراه چنان که من فرموده بودم کنده شد و کشتی ها از مصر از این آبراه به پارس می رفتند چونان که خواست من بود. در سال 1869 میلادی کانال جدیدی به نام سوئز در مصر ساخته شد که بخشی از مسیر آبراه باستانی را نیز در بر گرفت. کانال سوئز از خلیج و شهر سوئز آغاز می شود و پس از گذر از دریاچه های تلخ و تمساح به بندر پورت سعید در کنار دریای مدیترانه می رسد. اما شاید بتوان امکان ارتباط شهرها و روستاهای گوناگون و کشتیرانی در جریان آب شیرین رودخانه نیل را از عمده تفاوت‌های مسیر آبراه باستانی با مسیر کانال جدید دانست.
داریوش پیش از آن که کار کندن آبراه به پایان برسد، برای بار سوم به مصر رفت و بنابر آیین و رسوم کهن آنجا تاج بر سر گذاشت و القاب فرعون‌های مصر را پذیرفت. به فرمان او در غرب دره نیل نیایشگاهی با همان شیوه های مصری ساخته شد که اکنون به نام هیبیس شهرت دارد. هرچند نیایشگاه را داریوش به آمون‌را تقدیم کرده است، ولی با این وجود دیوارهای آن با تصویر صدها خدای مصری تزئین گشته است. در آنجا هنرمندان مصری نقش‌های آیینی پرشماری از داریوش را مطابق باورهای خود نقاشی کرده اند و وی را در جامع و شمایل یک فرعون به تصویر کشیده اند. در یکی از نقوش داریوش را در حال اهدای پیشکش‌های گوناگون به خدایان و الهه‌های مصری ترسیم کرده اند و در جایی دیگر وی را به عنوان فرمان روای دو سرزمین مصر بالا و پایین بر روی تختی نقش کرده اند که نشسته و خدایان در کنار او قرار گرفته اند. از دیگر نگاره ها می توان به تصویر تاج بر سر نهادن داریوش نزد رع و یا مبارزه وی با یک مار بزرگ اشاره کرد که در آنجا داریوش را با چهره یکی از خدایان با سر عقاب و تاج خدایان مصری نقش کردند. همچنین بر روی دیوارهای نیایشگاه کتیبه‌های متعددی نوشته شده است که به مقام و بزرگی داریوش اشاره دارند. پسر آمون، برگزیده رع، فرمانروای این سرزمین، محبوب تمام خدایان و الهه‌های مصر، خدای مصر بالا و پایین. در کتیبه‌ای آمون رع خوشنودی خود را از داریوش چنین اعلام می‌دارد: قرص آمون رع صبحگاهان پدیدار شد، دو سرزمین را با شکوه دیدگانش افروخت، خدایان به وجد آمدند، او تالارهای ارزشمند با شکوه و پر آسایش معبدش را دید. هیچ شهریاری به بزرگی شاه مصر بالا و پایین، پسر رع، داریوش، فرمانروای تمام شاهان همه سرزمین‌های بیگانه نیست. این نقوش همگی از روابط ممتاز خدایان با داریوش حکایت می‌کنند. در میان نمونه‌های مختلف، چهار نقاشی بر دیوار یکی از تالارهای نیایشگاه وجود دارند که داریوش و چند خدای خاص را نمایش می‌دهند. در یک جا خدایی به داریوش جان می‌دمد و در صحنه دیگر الهه‌ای داریوش خردسال را شیر می‌دهد. این گفته‌های نئیت بزرگ، مادر الهی، بانوی ساییس و هادی هیبیس است. ای نونهال، نوک پستانهایش را با دهانت بگیر. این قدرتی است که در رأس ساییس قرار دارد. تو را از شیر خود چنان تغذیه کنم که تو ای پسر من بتوانی هر دو سرزمین را در مشت خود جمع آوری. هیبیس که از بزرگترین و سالمترین نیایشگاه‌های دوره هخامنشی در مصر است، تا اواخر قرن بیستم زیر شنها پنهان بود و در محاصره نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی قرار داشت. برای نخستین بار در سال 1909 میلادی هیئتی از موزه متروپولیتن نیویورک این محوطه را کاوش و متن کتیبه‌های آن را منتشر کرد. بعدتر یک هیئت مصری تا سال 1986 ادامه حفاری و بررسی محل را بر عهده گرفت، اما بخش‌های داخلی آن به روی گردشگران بسته است. اکنون داریوش نقشه یک لشکرکشی بزرگ به سوی باختر را در سر داشت. وی که از همان آغاز پادشاهیش بران شده بود تا هرچه می تواند درباره مردمان کناره دریای مدیترانه، به ویژه یونانیان، آگاهی من روای نیرومند ساموس، جزیره به چنگ مأندریوس نام یافتاد. سلسان برادر پولیکراتس به دربار ایران آمد و از داریوش تقاضا کرد که او را به فرمان روایی ساموس
که سرزمین پدرانش بود برساند. داریوش سپاهی به یاری او فرستاد و پس از چندی ماندریوس به اسپارت گریخت و سلسان به فرمان روایی ساموس نشست. در این زمان نفوذ داریوش در کنارهای مدیترانه آنچنان بود که حتی اسپارت نیرومند هم از ترس کینه‌جویی ایرانیان ماندریوس را از خاک خود بیرون راند. اکنون زمان آن فرا رسیده بود که داریوش به نام خود سکه زرین و سیمین بزند. سکه زرین داریوشی نام داشت که یونانیان دریکو می‌خواندند و حدود 8.4 گرم وزن داشت، اما وزن سکه سیمین 5.6 گرم بود و آن را شغل یا پنسوکش می گفتند. حدوداً 20 عدد سکه نقره در بها با یک سکه زرین برابر بود. بر هر دو سکه چه از زر و یا سیم یک سرباز کماندار پارسی نقش می شد که نمودار پارسیان بود. تنها شاهنشاه می توانست سکه زرین ضرب کند و شاهان زیر دست و فرمانداران اجازه داشتند که سکه سیمین ضرب کنند. چون سکه های داریوشی از زر و سیم ناب بود، در همه جای جهان کهن پذیرفته می شد و بدین جهت به رونق داد و ستد کمک بسیار کرد. در 514 پیش از میلاد، داریوش سپاهی برای سرکوبی سکاهای اروپایی آماده ساخت. برای آنکه سپاهیان شاه بزرگ بتوانند پای به اروپا بگذارند، یکی از مهندسان نامی جزیره ساموس که ماندروکلس نام داشت، با قایق پلی بر روی تنگه بسفور ساخت. این مهندس ساموسی از داریوش پاداش بسیاری دریافت کرد و تصویر بزرگی از پادشاه کشید که بر تختی نشسته و سپاهیان ایران را می نگریست که از پل می گذشت. وی این نقاشی را به معبد هرا در ساموس پیشکش کرد و هرودوت آن را به چشم خود دیده بود. سرانجام داریوش در 513 پیش از میلاد بر سر سکاها لشکر کشید. وی نخست در نزدیکی بیزانتیون یا استانبول امروزی به اروپا گام زد. در آنجا بر روی دو ستون سنگی که برپا شد، نام ملت‌هایی را که در سپاه ایران شهر خدمت می‌کردند نوشتند، اما بعدها مردم بیزانتیون این ستون‌های مرمر سفید را کندند و برای ساختن محراب معبد آرتمیس به کار بردند. در این هنگام ناوگان ایران شهر نیز از دریای سیاه به دهانه رود دانوب رفت و کمی بالاتر از دلتای باتلاقی آن رود با کمک فرماندهان مستعمرات یونانی یا جباران پلی از قایق بنا کرد و منتظر سپاه ایران شد. امروز جباریت معرف گونه ای از روش‌های حکومتی یعنی تمامیت خواه است، اما در یونان باستان جبار به کسی گفته می شد که در یک شهر قدرت شاهانه و منصب فرمان روایی داشت. بودند جبارانی که نویسندگان یونانی گاه از آنان به خوبی یاد کردند، ولی امروز این واژه معادل ستمگری فردی در حکومت است و به اصطلاح حکومت‌هایی را در بر می گیرد که با زور و بر پایه وحشت حکومت می کنند. داریوش و سپاهیانش از بسفور به تراکیه و از آنجا به مصب رود دانوب رسیدند و همه مردم سر راه را فرمان بردار کردند و سرانجام پس از گذشتن از پل دانوب وارد سرزمین سکاها شدند. این سکاها در واقع ایرانیان کوچ نشینی بودند که زندگیشان بر پشت اسب می گذشت و در سوارکاری و کمانگیری بیمانند. آنان هرچه که داشتند به همراه زن و فرزندانشان بر پشت گاری می نهادند و اینور و آنور می رفتند. از سر دشمنانشان جام می ساختند
و خون نخستین قربانی خود را می نوشیدند و در پیمان بستن با خون خود سوگند می خوردند. خدایان بسیاری را می پرستیدند که از همه مهمتر خدای جنگ بود که او را به صورت یک تیغ کهنه ایرانی می نمودند و برایش اسب و گاهی هم انسان قربانی می کردند. چون یکی از سالارهایشان مرد، او را در گودی دایره شکلی می نهادند و دورش را با جامهای زرین و مشک‌ها و قالیچه‌ها و اسلحه‌های تیز و درخشان می آراستند. آنگاه همخوابگان و اسبان و پیشکارانش را می کشتند و با او به خاک می سپردند و بر روی همه آنها تپه‌ای از خاک درست می کردند که در باستان شناسی به آنها کورگان می گویند و تا کنون بسیاری از آنها کاوش شده است. باری داریوش با سکاهایی در افتاده بود که در پیشش همه چیز را می سوزندند، چاهای آب را پر می کردند و سپس با حشم پس می نشستند. اینها پدران همان روسهایی بودند که شارل دوازدهم سوئد، ناپلئون بناپارت فرانسوی و هیتلر آلمانی را به همین شیوه در هم شکستند. داریوش در مدت 2 ماه از رود دانوب تا تانائیس یا دون امروزی و تا قلب مملکت سکاها در روسیه کنونی پیش رفت. سکاها از جباران یونانی که نگهبانان پل دانوب بودند خواستند که پل را خراب کنند تا راه بازگشت بر داریوش بسته شود. لیکن چون جباران به واسطه حمایت ایران دارای این مقام شده بودند، از انجام آن خودداری کردند. داریوش می دانست که درگیری طولانی با سکاها بسیار زیانبار خواهد بود و جلو رفتن از حد معینی راه بازگشت را به خطر می اندازد. از این رو ناچار به بازگشت شد، اما یکی از سردارانش را با سپاهی گران در تراکیه باقی گذاشت تا به کارهای آنجا سامان دهد. لشکرکشی داریوش به اروپا بی نتیجه نبود، چرا که بخش‌های بزرگی از سرزمین تراکیه، گت‌ها و سکاها به چنگ ایرانیان درآمد و آن را با نام سکاهای آنور دریا بر ایالت‌های ایران شهر افزود. سردار ایرانی پس از سر و سامان دادن به اوضاع تراکیه تا سواحل دریای آدریاتیک پیش رفت و پادشاه مقدونی آمینتاس را وادار به اطاعت از ایرانیان کرد. پس از این لشکرکشی راه بازرگانی یونانیان با قفقاز و اروپای شرقی به دست ایرانیان افتاد و قدرت پارسیان در اروپا ثابت گشت و سکاها نیز اندیشه ی هر گونه حمله به ایران شهر را از سر بدر کردند. پارسیان نمی کوشیدند تا در زبان، آداب و رسوم، دین و آیین، جامه و خوراک بومیان و اقوام تغییری ایجاد کنند و یا آن را یک رنگ نمایند. از میان آنان هر که را شایسته، وفادار و دادگر می دیدند به مقام‌های بلند. از این جهت است که مادها، پارتیان، سکاها و یونانیان وفادار در دستگاه دولت پارسی به کار گمارده شدند و همواره دربار ایران از هنرمندان، پزشکان، دریانوردان، تاریخدانان و اخترشناسان بیگانه پر بود. هخامنشیان در هیچ یک از شهرهایی که می شناسیم به ساختن بارون نپرداختند. تنها در شوش و بابل دیوارهایی که از ساکنین پیشین بر جای بود به فرمان داریوش بازسازی شد. ظاهراً داریوش با سربازان و دیوان اداریش آنچنان بر شاهنشاهی بزرگ خود مسلط بود که ساکنان این شهرها حراسی از حمله دشمن نداشتند. به خواست اهورامزدا بسی کارها که نابسامان شده بود در جای خود قرار دادم.
با روی شهری بر اثر فرسودگی فرو ریخت، چون مرمت نشده بود. من با روی دیگری بنا کردم که از آن هنگام برجاست. باشد که اهورامزدا مرا و دودمان مرا و آنچه را که از طرف من نوشته شده بپایاد. در این دوران بیشتر مناطق ایران شهر با راه و یا شاهراه‌های کاروانی به هم پیوسته شده بود. از مهمترین این راه‌ها می‌توان به شاهراهی اشاره کرد که شوش را به سارد می‌پیوست. این راه را کاروان‌ها در 90 روز و پیک‌های شاهی در 7 روز می‌پیمودند. جاده شاهی یک راه بزرگی بوده که از شوش تا حدود داراب و شاید هرات و بلخ و اینها ادامه پیدا می‌کرده. در تکه ما بین دو مرکز آیینی دوره هخامنشی، یعنی پاسارگاد و تخت جمشید، این راه خیلی خوب مشخصه. از دروازه پاسارگاد که وارد دره میشیم، به جایی میرسیم که 14 متر 15 متر سنگ رو بریدن رفتن پایین تا اینکه جاده رو بسازن. بعد از اینکه دیگه به جاده سنگ بریده احتیاج نداشتن، یعنی دره یک کمی وسعت داشته و میتونستن راه رو در داخل دره بسازن، ادامه اون راه سنگ بریده رو به صورت سنگچین به عرض حدود 2 متر درست کردن. این راه از میان مزارع مردم رد میشده، در نتیجه میبایستی مشخص باشه کسانی که از این راه میرفتن میبایستی در داخل مزارع و خانه های مردم نشن. بنابراین یه خورده از سطح زمین بالا می آمده، دوبرش سنگچین بوده، روش رو خاک و شن می ریختن و امتداد اون در بسیاری از جاها، در بعضی جاها 20 متر، در بعضی جاها 2 کیلومتر، خیلی خوب مشخص و معینه. ما الان در یکی از مراحل شاهراه ما بین پاسارگاد در این طرف و تخت جمشید در اون طرف قرار داریم. این یکی از شاهراهای منحصر به فرد دوره هخامنشیه که میتونیم ادامش رو خیلی خوب ببینیم، طول عرضش رو خیلی خوب ببینیم و نوع سنگچینش رو خیلی خوب ببینیم. هخامنشی‌ها راه سازی رو یکی از چیزهایی هست که به دنیا دادن. بعد از هخامنشی‌ها تنها مملکتی که واقعا روی راه سازی کار کرده رومی‌ها هستن، که اونا البته جاده سنگ فرش هستن، ولی رومی‌ها این کار رو هم از غیر مستقیم از هخامنشی‌ها اقتباس کردن. یک شاخه از این شاهراه کلیکیه را به بابل و سپس شوش ارتباط می‌داد و شاخه دیگر که به سمت همدان کشیده شده بود تا بلخ و سپس هند شمالی ادامه می‌یافت. فاصله ای را که کاروانی و یا پیاده‌ای در یک روز طی می‌کرد و حدوداً برابر 5 تا 9 فرسنگ بود، یک منزل می‌گفتند. در فاصله ی هر منزل چاپارخانه یا کاروانسرایی برای کاروانها و یک خانه پیک شاهی ساخته شده بود. چون نامه شاهی را به پیشتازی می سپردند، وی با اسبی پیشتاز به تندی می تاخت تا به منزل یکم می رسید. در آنجا نامه را به پیشتاز آماده دیگری می سپرد و به همین گونه نامه را منزل به منزل و دست به دست می بردند تا به مقصد می رساندند. ترتیب قرار گرفتن چاپارخانه های تخت جمشید به شوش را می توان با کمک لوح ها به خوبی معین کرد. بر این اساس از تخت جمشید تا شوش 22 چاپارخانه با فاصله های حدوداً 24 کیلومتری وجود داشته است. تا کنون هیچ یک از چاپارخانه ها پیدا یا حفاری نشده است و درباره شکل و چگونگی ساخت آنها چیزی نمی دانند. اما به کمک کاروان سراهای فعلی که احتمالاً در محل این چاپارخانه ها ساخته شده، می توان تا حدودی تصوری از چگونگی آنها به دست آورد.
راه‌ها نگهبانانی داشت که مسئول نظم و آرامش و حفاظت از جاده‌ها بودند و با شگفتی در لوح‌های تخت جمشید می‌خوانیم که دو مرد با 8 خدمتکار همراه بدون محافظ خراج بابل را به تخت جمشید حمل می‌کردند. پس از بازگشت داریوش از اروپا، یونانیان دو دسته شدند. هواخواهان داریوش و ایرانیان که مادی شده نام گرفتند و بدخواهان ایران. و این تازه آغاز کشمکش‌های بزرگ ایران و یونان بود. در این دوران، یک سوم از سرزمین‌های یونانی نشین، یعنی تمام بخش‌های آسیای کوچک و بخش‌هایی از تراکیه و مقدونی تابع ایران بودند و دو سوم دیگر از دولت‌هایی تشکیل می‌شد که ناحیه تحت نفوذ آنها در حد یک شهر و یا کمی بزرگتر بود. از میان این دولت‌ها آتن و اسپارت معروف‌ترین آنها محسوب می‌شد. در آتن حکومت ملی و در اسپارت حکومت اولیگارشی، یعنی حکومت عده قلیل یا اشرافزادگان برقرار بود. هرچند هر دو دولت از شاهنشاهی ایران وحشت داشتند، با وجود این در مواقع سخت هر دو به دربار ایران پناه می بردند. از این زمان تا اواخر دوره هخامنشی همیشه در شهرهای آسیای کوچک و در دربار ایران یک عده یونانی‌های فراری معروف اقامت داشتند که همواره ایرانیان را به تسخیر یونان یا به دخالت در امور آن تحریک می‌کردند. این یونانی‌های فراری به امید روزی بودند که تحت حمایت پادشاه ایران به یونان بازگردند و صاحب منصب و قدرت شدند. دولت ایران در مستعمرات یونانی خود دخالت نمی کرد و اداره کردن آنها را به جباران یونانی واگذار می نمود و هر زمان جباری مورد اعتماد دربار ایران واقع نمی شد، شخص دیگری از جباران یونانی را جانشین وی می کرد. از این میان می توان به هیستیه، جبار شهر میلت در ایونیه اشاره کرد. وی چون در سفر داریوش به مملکت سکاها خدماتی کرده بود، در ازای آن داریوش یکی از شهرهای تراکیه را به او داد. اما پس از چندی که معلوم شد او در آنجا برای خود استحکاماتی بنا می کند، به دربار ایران فراخوانده شد و دامادش آریستاگور به جای او جبار میلت گشت. در سال 496 پیش از میلاد، بر اثر تحریک آریستاگور، مردم میلت سر به شورش برداشتند و ایرانیان را مجبور به پس نشستن تا شهر سارد کردند. آریستاگور چون می دانست که سپاه ایران به زودی از راه خواهد رسید، برای درخواست کمک به یونان رفت. اسپارت حاضر به کمک نشد، ولیکن آتنی ها 20 کشتی در اختیار او قرار دادند. کم کم شورش تمام شهرهای یونانی آسیای کوچک و جزیره قبرس و غیره را در بر گرفت. یونانی ها سارد را تصرف و همراه با جنگل مقدسش به آتش کشیدند، ولیکن به جهت استحکاماتی که ارگ آن شهر داشت موفق به گرفتن آن نشدند. در این هنگام سپاه ایران از راه رسید و با کمک ناوهای فنیقی عرصه را بر شورشیان تنگ کرد. در این نبرد یونانیان شورشی متواری شدند و آتنی های شکست خورده به سرزمین خودشان برگشتند. داریوش از دخالت یونانی های اروپایی به امور داخلی ایران بسیار آزرده گشت، ولی برای خوشنودی یونانی های آسیای کوچک علاوه بر کاهش مالیات ها، داماد خود مردونیه را برای انجام برخی اصلاحات به آسیای کوچک و تراکیه فرستاد. مردونیه
که فرد با تدبیری بود، نخست به تمام مستعمرات یونانی در آسیای کوچک حکومت ملی داد تا آنها را خوشنود گرداند. سپس در سال 492 به اروپا لشکر کشید و تا کوه آتوس واقع در تراکیه پیش رفت و یک بار دیگر مقدونی را وادار به فرمان برداری کرد. ولیکن به واسطه طوفان 300 کشتی آنان در دریا شکسته و غرق شد. سرانجام یونانی های اشرافی و ناراضی که فرار کرده به دربار ایران پناهنده شده بودند، داریوش را متقاعد کردند که می تواند تمام یونان را بی جنگ مطیع نماید. بنابراین داریوش پیک‌هایی به یونان فرستاد و از آنان خواست که فرمان بردار شدند. اکثر شهرهای یونانی فرمان برداری داریوش را پذیرفتند، ولیکن در آتن و اسپارت پیک‌ها را کشتند و بدین ترتیب نبرد دوباره‌ای در سال 490 پیش از میلاد آغاز شد. بنابر گفته هرودوت، این بار سپاه ایران در تحت فرماندهی دریا سالار مادی داتیسنام بود و او بران شد که از راه دریا و جزایر سیکلاد مستقیماً به طرف آتن. سپاه ایران نخست با پیاده شدن در شهر ارتره توانست پس از 3 روز نبرد مردان جنگی آنجا را از پای درآورد. سپس عده زیادی از اهالی شهر را به علت شرکت در شورش یونانیان آسیا و حمله به شهر سارد و تخریب معبد آن به شوش فرستند. آنگاه 600 فروند کشتی ایران با راهنمایی هیپیاس یونانی به شمال شرقی شبه جزیره آتیک که آتن در آن واقع است رسید و در ساحل دهکده ماراتون در 45 کیلومتری آتن لنگر کرد. تقریباً در همان موقع به آتنی ها خبر رسید که ایرانیان در حال پیاده شدن به ساحل هستند. هیپیاس از جباران آتن بود، ولی در سال 510 مردم او را از آتن اخراج و حکومت ملی در آن شهر تأسیس کرد. هیپیاس پس از اخراج از آتن به نزد ارتافرن برادر داریوش شاه که فرماندار لودیه بود رفت و در آنجا پناهنده شد. وی از جمله کسانی بود که همواره در دربار ایران موجبات جنگ با یونان را فراهم می ساخت و برای آنکه بتواند مجدداً به حکومت آتن انتخاب شود، سپاهیان ایران را به سوی دشت ماراتون راهنمایی کرد. در ابتدا آتنی ها نمی خواستند جنگ کنند، زیرا کمکی را که از اسپارت انتظار داشتند نرسیده بود. ولیکن میلتیاد، یکی از سرداران آتنی، اهالی را به جنگ تحریک کرد و آنگاه سپاه آتنی با حدود 9000 نفر پیاده نظام سنگین اسلحه و تعداد کمی نیروهای سبک اسلحه در تحت سرکردگی او برای جنگ با ایرانی ها بیرون آمد. در راه عده‌ای هم از پلاته که از دیگر شهرهای یونان است به کمک آنان آمدند. با روبرو شدن 2 سپاه در ماراتون نبرد آغاز شد. یونانی ها چون می دانستند که ایرانی ها تیراندازان ماهری هستند و اگر از دور جنگ کنند طاقت تیر آنها را نخواهند داشت، خودشان را بی پروا به سپاه ایران زده و جنگ تن به تن می دهند. سپاه آتنی سنگین اسلحه بود، یعنی خود و جوشن و غیره داشت، در صورتی که سپاهیان ایرانی فاقد این نوع اسلحه بودند و سپرهاکشان هم به خوبی و استحکام سپرهای یونانی نه. با وجود این، ایرانی ها قلب سپاه یونانی را شکافتند و تلفاتی بر آنها وارد آوردند. اما سرانجام این یونانیان بودند که با یورش بر جناحین سپاه ایران توانستند بر آنان پیروز گردند. به فرمان داتیس، نیروهای ایران به طرف ساحل عقب نشستند و سوار بر کشتی‌های خود به حرکت درآمدند. سپاهیان ایرانی در ابتدا می‌خواستند از طرف دیگر که به آتن نزدیک‌تر بود حمله برند، ولیکن میلتیاد نقشه آنها را دریافت و برای دفاع آتن به محل مزبور شتافت. پس از آن سردار ایرانی چون وضع را چنین دید، جنگ نکرده به آسیا بازگشت.
نخستین کسی که خبر پیروزی یونانیان را از دهکده ماراتون با پای پیاده به آتن رساند و سپس از فرط خستگی درگذشت، قهرمان شناخته شد و همکنون به یاد او و آن واقعه است که دو ماراتون را در مسابقات المپیک قرار دادند. یونانیان درباره نبرد ماراتون و دیگر جنگ‌های ایرانیان و یونانیان به وفور سخن رانده‌اند و در بسیاری موارد آن را بزرگتر از آنچه رخ داده بازگو می‌کنند. مثلا آنان عده سپاهیان ایران را 100 و بلکه 300 هزار نوشتند و حالان که روشن است که حتی 600 کشتی دوران باستان هم که هرودوت از آن یاد کرده بیش از 30 هزار نفر با لوازم آنها نمی توانسته حمل کند. در حقیقت این گزارش مورخان یونانی است که در مجموع به برداشت‌های تاریخی ما شکل داده است. متاسفانه درباره بخش‌های زیادی از رویدادهای تاریخ ایران فقط یونانیان هستند که گزارش‌های درست و نادرستی دادند. در میان اینان پیش از همه باید از هرودوت نام برد که در نیمه نخست سده پنجم پیش از میلاد در آسیای کوچک در بخشی از شاهنشاهی بزرگ ایران میزیست و سفرهای دور و دراز زیادی کرد. بنا به نوشته هرودوت، ایرانیان در نبرد ماراتون متحمل 6400 نفر تلفات گردیدند و 7 کشتی خود را از دست دادند، در حالی که تلفات یونانیان فقط 192 نفر بود. البته از نویسندگان بیگانه و یونانی هرگز نمیتوان انتظار داشت که در همه بخش‌های گزارش خود، به ویژه هنگامی که گزارش درباره ایرانیان و یونانیان است، از دایره بی‌طرفی بیرون ننهند. جورج نیبور، مورخ مشهور آلمانی، چنین نوشته است: نوشته‌های یونانیان درباره نبرد ماراتون و جنگ‌های دیگر ایران با یونان بیشتر به شعر و افسانه‌گویی و داستان سرایی شبیه است تا تاریخ نویسی. آنچه به نظر می‌رسد این است که سپاه ایران در دشت ماراتون دچار شکست نشد. فرمانده سپاه ایران چون متوجه شد که میدان عمل و باریک بودن عرض میدان نبرد مانع از کاربرد سوار نظام است، به ناچار فرمان عقب نشینی صادر کرد و هرودوت صدور فرمان عقب نشینی را به منزله شکست سپاهیان ایران قلمداد کرده است. و هانس ولبروک، دیگر مورخ آلمانی، در این باره می نویسد: ارتش یونان در ماراتون از سربازان پیاده سنگین اسلحه ترکیب شده بود و هرودوت نوشته است که یونانیان توانستند با حمله و پیشروی 4800 قدم در وسط دشت ماراتون و خرد نمودن مرکز جبهه ایرانیان پیروز شوند. ولی به نظر می رسد که این عمل از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است. زیرا طبق آیین‌نامه های نظامی آلمان، یک سرباز با تجهیزات کامل فقط می تواند 1080 تا 1150 قدم در دقیقه بدود. به علاوه دشت ماراتون به قدری کوچک است که تقریباً 50 سال پیش یک افسر ستاد ارتش آلمان که آنجا را بازدید نمود با تعجب نوشت که این دشت جای کافی برای انجام تمرینات حتی یک تیپ آلمانی را هم ندارد. بنابراین باید نگران گزارش هایی بود که یونانی ها درباره شاهنشاهی ایران داده اند. چرا که این فقط یونانی های آسیای کوچک نبودند که از ابتدا به انقیاد ایرانی ها در آمدند، بلکه ایرانی ها تا آتن قلب دموکراسی یونان رخنه کردند. از این روی قابل درک است که یونانی ها نمی توانستند نسبت به ایرانی ها احساسات دوستانه ای داشته باشند. به عقیده آنان نبرد ماراتون یکی از قاطع ترین و سرنوشت ساز ترین جنگ های بشر است، چرا که اگر در این نبرد سپاه عظیم و قدرتمند ایران پیروز می شد، چه بسا که تمدن غرب هرگز گسترش و تکامل نمی یافت.
اما برخلاف ادعاهای یونانیان، مستندترین و بیچون و چراترین اسناد باقی مانده از هخامنشیان، تصویری کاملا متفاوت از نظام اجتماعی و اداری آنان آشکار می سازند. در سالهای 1933 و 1934 میلادی، ضمن کاوشهای باستان شناختی تخت جمشید، در دیوار استحکامات چندین هزار لوح گلی با متنهایی به خط میخی ایلامی به دست آمد. این لوح‌ها در زمان فرمانروایی داریوش بزرگ نوشته شده و تاریخ آنها 13 تا 28 سال فرمانروایی داریوش را در بر می‌گیرد. این مجموعه که بخش کوچکی از بایگانی واقعی دیوان شاهی است، به صورت خام نگهداری می‌شد، اما وقتی اسکندر در سال 330 پیش از میلاد مجموعه کاخ‌های تخت جمشید را به آتش کشید، تعداد نامشخصی از لوح‌ها برای همیشه نابود شد، ولی تصادفاً بخشی از آنها به صورت دود زده برای ما محفوظ ماند. متن‌ها روی هم رفته کوتاه و حاوی مطالبی درباره درآمدها و مخارج هستند و در نگاه نخست چندان ارزشمند به نظر نمی‌رسند، اما وقتی متن‌های هزاران لوح را با یکدیگر مقایسه و بررسی می‌کنیم، ناگهان در این بایگانی دیوانی پاسخ بسیاری از سؤال‌های در ارتباط با زندگی روزمره هخامنشیان را می‌یابیم و نتیجه می‌گیریم که در آن دوران حتی کودکان خردسال از پوشش خدمات حمایت اجتماعی بهره می‌گرفتند. به کارگران افزون بر دست مزد ماهیانه مواجبی اضافی پرداخت می شد تا گذران زندگیشان آسوده تر شود. میانگین حقوق زنان اندکی کمتر از مردان بود، ولی با این حال گروه هایی از آنان دست مزدی بسیار بیشتر از مردان دریافت می کردند. بی تردید اجرای چنین قوانین پیشرفته نیازمند یک مدیریت بسیار قوی و مختص شاه مقتدر و بزرگی است که میگوید: من راستی را دوست دارم.